چطورید؟ خوبید؟ که دیگه ویدیوامو لایک نمی کنید، اشتراک نمیذارید. دوست دارید با هم دیگه اینو بکشیم؟ بریم با هم دیگه اینو بکشیم. درود دوستان، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ همون طور که بهتون گفتم میخوام این عکس رو با هم دیگه بکشیمش. اگر دقت کنید چهره روبرو هست، سر رو به سمت پایین قرار گرفته، خطوط کمکیش رو میکشیم. حالا من اینو داخل کانال تلگرام میذارم، کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن قرار دادم، میتونید از اونجا واردش بشید و مدل ها رو دانلود کنید. طبق معمول دایره مون رو میکشیم، اندازه کافیه براش. حالا بزنیم بره. مرکز دایره میشه این قسمت. من سرعت بیشتری میکشم که تایم ویدیو زیاد نشه دیگه. اینا رو دیگه خیلی زیاد کشیدیم هم دیگه، باید یاد گرفته باشید. خط ابروه این خط محورم رسم میکنم، عمود دیگه میاد تا این پایین ها میدم، میبریمش بالاتر. این کادر زدم، میخوام کادر ویدیوم باشه، اصلا ربطی به کارم نداره. خب این قسمت رو میگیریم ابرو، یه ذره پایین تر میزنیم، خطش رو میزنم به صورت قوسدار دیگه، سر رو به سمت پایین، خط کناری های صورت از اینجا شیبشون رو قشنگ بسنجید. یه خورده کم و زیادش که کنید قشنگ به دست میاد. خب اینم از این. حالا میام اندازه میگیریم ببینیم اندازه هامو یکسان هستن یا نه. یه خورده چانه های باید کوچکتر باشه به فکر کنم. حالا من اینجا اندازش بگیرم، حدودا آره یه ذره کوچولوتر هست. ما هم اینجا بینی دیگه همراس این میشه، اینجا میشه بینیمون. این هم که ابرو بود، اینجا رو که گرفتیم همین قسمت میشه اینجا ها، این قسمت میشه چانه. اون بالاترش رو من در نظر بگیرم، پایینش پاک میکنم، این بالاییه باشه دیگه، چون سر رو به سمت پایین که میره خورده فواصل کمتر میشه. یه خط اینجا هست، یه خط هم این قسمت دیگه. یه خورده صورتش لاغر شد. خب حالا ما اینو باید ترتیبش بدیم که اینها بیاد بیرون تر، صورتش یه خورده حج بگیره، عرض صورتش بیشتر بشه. اینو میاریم بالاتر، اصلا اینجوری بهتره. خب اینم از این. حالا گردنش رو هم مشخص میکنم، از اینجا میشه یه خط شیبدار، یکی هم از اینجا هست، بعد میاد میشه شانه هاش، از این قسمت میشه موهاش، میاد بیرون با یه زاویه، بالای حالا بالاها بعدا مشخص میکنه، میاد تا اینجا ها، اینجا هم کنار دایره دقیق میاد. فرضی داری میزنی بچه ها، دقت کنید اینا فرضیه فعلا، فقط این فواصل ها رو در نظر میگیریم. این میشه حالت موهاش. خب بالای مو هم که دیگه این قسمته میشه، بودن اینجا ها میشه، این میشه بالای موهاش. پایین موهاش دقیقا میفته
اینجا روی خط ابروه، حالت چتری زده ماشو. پس کلیات رو که کشیدید خیلی راحت دیگه میتونید جزئیات رو بیرون بیارید. این قسمت میاد داخل، میزنم به این صورت. خب حالا اینا رو که زدیم خط چشش رو مشخص میکنم. خط چشش میشه حدودا اینجاها دیگه. این هم خط چشمش، بینیشم این قسمته میشه. بینی هم که خواستید مشخص کنید باید یه چیز متناسب با صورتش بگیرید. الان این اندازه خوبه براش. میبینید؟ همینو که بیارم بالا میشه همراس چشما. چشم این بر، ابتدای چشم سمت راستش، انتهای چشمام که حالا بالاتر هست. اگه یه خط شیبدار من اینجا بکشم میشه اینجاها. یکی هم همینطور هست. این فاصله رو حتما با عکستون مقایسه کنید که ببینید اندازش متناسب هست یا نه. حالا بریم بینیش رو بکشیم دیگه. وقتی سر رو به سمت پایین قرار میگیره حفره های بینی مشخص نمیشن. یه خط، دو تا خط میزنیم، نوک بینی رو مشخص میکنیم، بعد میشن پره بینی به این صورت. حالا تو مراحل بعد دیگه با دقت بیشتری درستش میکنیم. فقط اینجا میخوام یه چیز مشخصی داشته باشیم که بهمون بگه اینجا بینی هست. میام پایین ترش قرار میگیرم، میشه لب بالا علامت میزنم، لب پایین، وسط خط وسط لب، این شد، این هم شد لب پایینمون. این فاصله هم نگاه میکنیم بعدا درستش میکنیم چون یه خورده کم شد. خب خط وسط لب اگه دقت کنید دقیقا چیپ داره، قوسدار هست. ببخشید خاطی کردم یه لحظه. قوس شبیه قوس خط چشم و خط ابرو اینا هست دیگه. هفتی لب بالا رو میزنم به این وصل میکنم، اینم همینطور. لب پایین رو هم از اینجا میاریم میکنم. این هم میشه لبش. خب حالا این چانش همون پایینه به نظرم بگیریم. الان نگاه کنید وقتی با عکس مقایسه کنیم میبینیم فضا خیلی کمه. همون پایینه رو اگه بگیریم بهتر هست. نکته خیلی مهمی هم که حالا ما توی کارامون داریم همشون رو داریم کمرنگ میکشیم. فشار دستمون کمه. فشار دستمون کم باشه به راحتی میتونید خطوط اضافی رو پاک کنید. خب حالا این قسمت رو قوسدارش میکنم، این میشه گردن و شانش. اینجا هم همینطور، اینجا هم میام اضافیش رو پاک میکنم. یه قوس بهش میدیم اینجا، اینجا هم همینطور. اینجا یه خورده میاد به سمت داخل. این حالت صورت توی نمای روبرو خیلی سخته، حتما تمرین کنید و کم رنگم بکشید که بتونید به راحتی بیرونش بیارید. الان اضافی شما پاک میکنم به این صورت. اینم از این چشمشم بکشیم. چشمشم به این صورت میشه دیگه. کم رنگ این هم چشم خط پلک پایین، چشم اون بری
رفته به سمت عنبیش، رفته زیر پلک بالا همش، اکثرا دیگه زیر پلک پایین نیست، خط پشت پلک هم که اومده چسبیده به این. چرا؟ چون سر رو به سمت پایین هست. ابروش هم اگه بخوایم در نظر بگیریم دقیقا همین فاصله میشه دیگه. جای ابروش هم مشخص میکنم، این ابرو این بری هم همینطور دیگه. بعد مهم میاد دیگه روی ابروش قرار میگیره. میتونیم ابروش رو بزنید بچه ها. بعد دیگه حالا موهاشم بکشید. خب لبش رو درستش کنیم که قشنگ تر بشه، حالت یه ذره خنده داره مخصوصا قسمت لبش. هفتیش رو میکشم، این برش هم همینطور، لب پایین به این صورت. خب این پره های بینیش خیلی بزرگه، این داخل تر میارم که ببینید با یه ذره، اونام که دیگه با پاکن خمیری پاک شدن دیگه. این مرز سایه این بره هم میتونیم مشخص کنیم، میاد اینجاها این سمت اید. پس این هم شد مرز سایه هاش. گونش هم که حالا اینا دیگه با سایه روشن باید مشخص کنیم. این قسمت هم که دیگه خیلی تیره هست. این حالت موهاش هم به این صورت دیگه. از اینجا قشنگ میاد، میاد این قسمته، از اینجا پخش میشه. دور موها رو فعلا بزنید بچه ها، داخل موها رو اصلا کاری نداشته باشید دیگه. اینجا هم که به این صورت میشه قشنگ. بعد اینا که زدید با مدلتون یه مقایسه میکنیم، مثلا این چشه رو یه خورده بزرگتر میکشیمش که جذابتر بشه. اینجا هم همینطور میاد داخل و این قسمت ها بیشتر سایه میخوره، یعنی اینجا یه مرز سایه داره که تا لبش میاد. حالا این کاری بهش نداریم دیگه. خب این هم از این مدلمون دیگه. درستش کنید نسبت به عکسمون، حالا تو ویدیو بعد درست ترش میکنم من خودم که شما یاد بگیرید یه خورده. خب اینم از این. موام همشون حرکتشون میره به این سمته، یعنی اینجوری شدن. جهت حرکت موها رو حتما یاد بگیرید که از کجا هستن. خطامون هم دیگه پاک میشن. اما از این. خب این هم از آموزش این جلسه مون. جلسه بعد هم درست ترش میکنیم طراحیش رو، بعدا دیگه یه سایه میزنیم. بچه حمایت یادتون نره، سابسکرایب کنید، ویدیو رو به اشتراک بذارید، کامنت لایک هم که دستتون در نکنه. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.